حسيت ألو، بفرق. ألو، أنا ماشي. استاذ انجليزي في مرة مش هتيو موديل دروس كوني آره إن شاء الله فردا برضه درس مكالمة. مثلا جلسه گذشته که تئوری بود لینک یوتیوب نداره، لینک فقط توی LMSش هست. اونم یه جاهای صداتون نیست، اصلا تصویر نیست، برای من شاید مشکل داشت چون تو نیست من خود یوتیوب زنگ مشکل ولی داره؟ یوتیوب نه، اصلا لینک یوتیوب جلسه گذشته نذاشتی، جلسه دو گذشته جلسه قبل رو به عنوان جلسه گذشته گذاشتی. جلسه گذشته کارگاه بود درسته؟ نه استاد، جلسه گذشته یک شنبه گذشته تئوری بود، خب سه شنبه کارگاه بود. لینکش رو نذاشتم، نمیدونم من هر چی بود تو یوتیوب آپدیت کرد. توی چرا گذاشتم لینک ها رو همه رو گذاشتم، اتفاقا هرچی لینک داشتم گذاشتم واسه شما. جلسه 15 همی که گذاشتیم جلسه گذاشتم بود، ولی لینک یوتیوبش که گذاشتیم مال جلسه 14 همه، یعنی فیلمش فیلم جلسه 14 همه. آها گفتم یه جلسه رو یوتیوبش رو ندارم، بعد به هم بگین کدومه که از خود دانشگاه دانلود کنم بذارم اونجا، چون وقتی داشتم از رو سیستم ضبط میکردم سیستم هنگ کرد، یه دفعه اون فیلمو پاک کرد. یه جلسه رو یوتیوبش رو ندارم، بعد به هم بگین کدوم جلسه 14ه. نه نه جلسه 14 رو داریم، جلسه 14 رو به جای جلسه 15 گذاشتیم، فکر میکنم جلسه 13 رو نداریم. پس من جلسه 13 رو بعد از چیز دانلود دانشگاه دانلود کنم بذارم تو یوتیوب، جلسه 13 رو. باش مرسی که گفتم، مطمئن نیستم شماره حالا بعد دوباره چک میکنم بهتون یه چکی بکنید. بعد یه جلسه رو میدونم نداریم، یه جلسه رو بتونید پیدا کنید، جلسه 10 به بعده بتونید پیداش کنید، من میگم که اون رو وسطو میذارم درستش میکنم. بله ممنون، خواهش میکنم. خب کلاس رو میگن ضبط کنیم، بله کلاس رو ضبط کنیم. امروز جلسه چندم میشه؟ فکر کنم امروز جلسه 16 میشه. درستش امروز جلسه 16، من شمردم امروز جلسه آخرمون حساب میشه. نه خواهم رضوی، من یه اشتباهی که کرده بودم این بود که جلساتی که حل تمرین را هم بود شماره زده بودن خانم مددی هم، بعد من فکر میکردم که اون جلسه خودمونه، ولی امروز جلسه 16 هم میشه. والا نمیدونم آخرین جلسه هست یا نه، شاید سه‌شنبه هفته بعد بسیار رفع اشکال بیم. خب استاد لطفا نگید شاید، چون ما قول رفع اشکال بذاریم. آره میه، پس جلسه بعد هم اینشالله رفع اشکال میه. ولی خب حضورش رو اجباری نکنیم، هر کس دوست داشت و تونست بیا. آها باش لطفا میکنم. البته بله باش. اینا رو گفته بودیم درسته؟ TDMA رو هم گفتم یا نگفتم؟ TDMA رو هم گفتم. این مثال ها رو حل کردین یا نه؟ خب مثال ها رو هم حل کنید. خب من این فصل رو تمومش کردم، البته این فصل ما تا سر جی اس امش درس میدیم، بقیه جی اس امش شد گه. حالا من اومده بودم تفکیک کنم، قاطی کرده بودم، حالا ولی تموم تفکیک شده شد. فصل هفتش رو بهتون میدم که دیگه خودتون بخونید یه مطالعه ای داشته باشین، البته اونم خیلی ساده است، یعنی بد نیست اگه مثلا یه وقتی بذاریم تو امتحان بیا، چهار تا تعریفه مسئله نداره. حالا بازم اگر که مایل بودین میدم بهتون، خودتون بخونید مطالعه کنید. البته فکر میکنم شما واحدی به اسم جی اس ام گذروندین، نگذروندین؟ نگز بس کاشی گفته بودیم. نه این مفاهیمی که VLR چیه، HLR چیه، BSC چیه، BTS چیه، اینا مفاهیمی هست که توی GSM شما خیلی بهش میخورین، که MSC چی هست، EIR چی هست، تمامی این مفاهیم رو ما نیتمون بود اونجا درس بدیم، حالا نرسیدیم. حالا باید اینا با هم دیگه تصمیم گیریم که چیکارش کنیم. CDMA چطوری؟
ما FDMA و CDMA رو گفتیم. CDMA اینطوریه که دیگه هم توی تایم یعنی تو زمان و هم تو فرکانس همه اسلات ها همزمان هم توی زمان و هم توی فرکانس مشترکاً ارسال میشن. مشترکاً دیگه خواهم تشریف شما دیگه چقدر نمره اضافی میخواییم؟ مشترکاً اضافه میشه. فکر کنم نمره شما رو باید تقسیم کنیم به 3-4 نفر دیگه هم اضافه کنیم. و همینجوری که میبینید الان هم یوزر A و هم یوزر B دارن در یک زمان ارسال میشن و در فرکانس مشترک. تنها تفاوتشون اینه که این یکی و مشترک A رو میایم با کد اینجا سبز رنگ کدش میکنیم، این یکی میایم با کد آبی رنگ کدش میکنیم و همینجوری که میبینید اسلاتش هم تو زمان و هم تو فرکانس مشترکاً ارسال شده و رو هم قرار گرفتن. پس در اصل ما میایم، قبلا مثالش رو بهتون گفتم، اگه یادتون نیست بهتون بگم، همونی که شما تو رستوران نشستین دارین صحبت میکنین، به رستوران نشستین دارین صحبت میکنین با دوستتون، روبروتون دارین صحبت میکنین، اول از اینکه باید توان ارسالیتون پایین باشه، بله توان ارسالیتون، یعنی نباید بلند بلند حرف بزنید، دوم از اینکه اگر اطرافتون هر کسی به زبون مثلا چینی صحبت کنه شما به زبون فارسی حرف بزنید، گوشتون اونا رو به چشم نویز میبینه و اونا رو حذف میکنه. اما این مثالش بهترین نوع مثالشه. خلاصش هم این که تو همون فصل یکمون هم که بود پس دیدیم FDMA توی زمان کل زمان رو میگیره ولی توی فرکانس تقسیم بندی صورت میگیره. TDMA برعکسه، تو فرکانس توی زمان تقسیم بندی صورت میگیره ولی تو کل فرکانس ارسال میشه. گفتیم برای این که بخوام های بیت ریت ارسال بکنیم به روش TDMA یا FDMA، های بیت ریت TDMA درسته TDMA. ببین خانم ملکوتی، بله خانم رضویان اشتباه گفتن، خانم رضویان سوالی که سوالتون که یه دونه بود که FDMA برای کدوم نسله، الان اینجا فکر کنم تو ذهنتون دیگه بیفته. ببین FDMA پهنای باند کمی داره، پس بیت ریت پایینی میشه ارسال کرد، پس نمیشه توش فیلم ارسال کرد، نمیشه توش نمیدونم دیتا ارسال کرد، فقط توش باید یک سیگنال بگیری، یک سری سیگنال صدا رو ارسال بکنی. به خاطر همین که چون پهنای باند پایینی داره، پس سیستم های نسل اول FDMA بودن، از نسل دو به بعد که یعنی از خود نسل دو دیگه TDMA و CDMA وارد قضیه شدن. چرا؟ چون پهنای باند بیشتری داشتن و اینجا میتونستیم از کل پهنای باند واسه هر یوزر استفاده بکنیم، پهنای باند خیلی بیشتری بهش میدادیم، میتونستیم بیت ریت بالاتری ارسال کنیم. به خاطر همین تکنولوژیه که ما تونستیم تو نسل های بعدی بیت ریت های بالاتر، کیفیت های بالاتری رو ارسال بکنیم. شما شاید الان نمیدونم تا حالا دقت کردین یا نه، ولی مثلا گوشیتون وقتی که دارین باش 4G کار، مثلا دارین با اینترنت کار میکنین، نوشته 4G، ولی به محض اینکه این 4G میاد روی مثلا تلفنتون زنگ میخوره، اینترنتتون میشه H+ یا میشه 3G. واسه اینکه اینترنت سویچ میکنه میاد روی 3G که بتونه توان بهتری رو بپذیره، چیز سیگنال سویچ میکنه میاد روی 3G که بتونه سیگنال دریافتی بهتری داشته باشه، ولی وقتی دارین از اینترنت استفاده میکنین میره رو 4G که بتونه دریافتی بیشتری داشته باشه، پهنای باند بیشتری داشته باشه. خب روش های زیادی هست برای استفاده از CDMA. اینجا من نمیخوام زیاد وارد این روش ها بشم، فقط میخوام شما مفاهیم رو بلد باشین، چون اگر گرایشتون بخواد مخابرات سیستم باشه تو ارشد ان شاءالله قبول شدین رفتین، کامل اینا رو بهتون توضیح میدن، ولی میخوام بدونین که مفاهیم رو حداقل بلد باشین. ببینید ما گفتیم مثلا چند تا سیگنال رو میان به صورت CDMA ارسال میکنن. خب CDMA میاد چیکار میکنه؟ میاد ضرب داره یک سری کنم گفتم TDMA رو یه سری CDMA یه سری کدهای ارتوگونال ضرب میکنه. این کدها باعث میشن توی فرکانس ما پهنای باند زیادی داشته باشیم و همین کدها توی گیرنده دوباره ضرب داره، اون سیگنال دریافتی میشه و سیگنال رو با دریافت میکنه. بعد هستین؟
یه لحظه آه خب خانم تشرفی داره می نویسه. به لحظه فکر کردم قطع شدیم. ای وای همه این به هم ریخت. خب پس اینم از CDMA. ببینید یه روشی که داره بهش میگن Direct Sequence. یعنی شما مستقیما یک سکونسی از دیتا رو توی سیگنالتون ضرب میکنید و یک سیگنال ضرب شده بهتون میده. الان اینجا رو نگاه کنید، این بیس بند فرکانسی مون هست، این پهنای باند، این سیگنالی هست که میخوام چی بگید مدلش کنم، یعنی میخوام ارسالش کنم تو کانال. میاد چیکار میکنه؟ این یوزر دیتامو فرض کنید شبیه اینه، یوزر دیتامو میاد توی مدولاسیون، مدولشن، مدولش حالا انجام میشه هر چی هست، بعد میاد ضرب داره دایرکت سکونس میشه، یعنی این سیگناله ضرب داره این میشه. خب همینجور که میبینید اینجا الان اینجا یک مثبت، اینجا منفیه، خروجیش اومده شده منفی، صفر داده. دوباره اینجا یک مثبت، اینجا یک مثبت، خروجی شده یک. دوباره اینجا یک مثبت، یک منفیه، اینجا خروجی شده منفی. همینجور که میبینید اینو داره ضرب میکنه، نتیجتا یک سیگنال به شما میده، یه همچین سیگنالی به شما میده. این رو این میره توی فرستنده و ارسال میشه. اسپکترومش اینجوریه توی سیگنال باند پایه، یعنی پهنای باندی که داره اینجوری هست، پهنای باندمون اینجوری هست. خب ولی وقتی که این درش ضرب میشه پهنای باندمون میشه اینجوری. این چیکار میکنه؟ این میاد توان ارسالی رو، توان رو کاهش میده، به جاش این توانی که اینجا زیر این سطح زیر نمودار پخش شده رو توی یک فرکانس وسیعی تری پخش میکنه. یعنی در اصل این مستطیل هم انگاری خوابونده، پس پهنای باندمون افزایش پیدا میکنه اما توانمون کاهش پیدا میکنه. این مزیتش چیه؟ مزیتش همونی که گفتم تو رستوران اگه شما بلند صحبت کنی باعث جای تدخل میشه. پس من میتونم بعدی هم بیام بذارمش روی این، بعدی رو هم بذارم روی این، توی همین زمان توی همین فرکانس بعدیش هم بذارم روی این، بعدیش هم بذارم تا ارتفاع این میتونم هر چی دلم بخواد بذارم. خب این یکی هم اینجا هم نگاه کنیم، اینجا اومده چیکار کرده؟ ارتفاعش تا اینجا بوده، توانش تا اینجا بوده، ولی توان رو کم کرده، کرده اینقدر توان یکی هم کرده اینقدر. در اصل این توان رو اومده اینجا توی این اسلات پخش کرده. اگر این اسلات جمع کنید دقیقا میشه همین سطح زیر نمودارمون. خب دمودولاسیونش چطوریه؟ دمودولاسیونش هم دقیقا این همونه. شما سیگنالی که مثلا من دارم با یکی از شماها صحبت میکنم، سیگنال من کد میشه به شما ارسال میشه، شما به عنوان گیرنده این کد رو داری. همین کدی که این طرف تو گیرنده ارسال شد، همین کد ببینید، همین 101 110 100 101 110 100، همین کد خب میاد دوباره توی سیگنال این که الان سیگنال دریافتی مونه، البته این سیگنال دریافتی مونه، این کده، این میاد در این سیگنال دریافتیمون دوباره ضرب میشه، دوباره اصطلاحا میشه spreading the code یا میشه چی؟ direct sequence میشه، یعنی دوباره تو این ضرب میشه. خب شما وقتی که تو این دوباره ضربش میکنید، چونو بهتون میده؟ همون سیگنال اولیه رو دوباره بهتون میده. الان اینجا ببینید، اینجا منفی بوده، اینجا منفی بوده، منفی در منفی مثبت، اینجا شده مثبت، اینجا مثبت بوده، اینجا مثبت بوده، پس منفی در مثبت شده مثبت، اینجا منفی بوده، یعنی حالا منفی منظورم اینه که یک و صفر حالا در نظر بگیرید، اینجا یک بوده، اینجا منفی یکه، منفیه، اینجا چقدره؟ اینجا منفیه میشه مثبت. خب پس همینی که من اینجا توی حالت قبلی، اینی که اینجا یک صفر یکی که ارسال کردم، دوباره در همین کده ضرب میکنه. پس اینجا من فقط کافیه یه دونه کد داشته باشم که این کد چی؟ که این کد همون کدی هست که شما به عنوان فرستنده و گیرنده این کد رو دارید. وقتی این دوتا کد در هم ضرب میشن شما میتونید اون پیام رو داشته باشید.
حالا اگر این کد این مثلا به جای این صفر باشه یک، اینجا یکه، اینجا دوباره یکه، خب به جای این صفره. از یه جا دیگه بگم، مثلا حالا اینجا صفر رو، اینجا البته این صفره که هیچی، این یکه خودش، اینم یکه، ضرب در این یکه میشه هیچی، این صفره. اینجا رو فرض کنید، اینجا الان اینجا منفیه، ضرب در این منفیه شده یک دیگه. فرض کنید یکیش برعکس بود، اینجا مثبت، این کد مثلا اینجاش بالا بود، اگر این بالا بود ضرب در این میشد، این میومد پایین، یعنی شما این کد رو نداشتی دیگه، چیزی دریافت نمیکردی. خب حالا دمودولاسیون، دمودولاسیونش هم که گفتیم، گفتیم این سیگنالی که اومد، سیگنالی که دریافت میشه، میاد در همون کد ضربش میکنه و در اصل همون کدی که ما ارسال کرده بودیم رو ارسال میکنه. حالا اینجا چیکار کرده؟ گفته اگر شما کد درست رو نداشته باشین چه اتفاقی میفته. اینجا حالا همین مثالش رو زدیم که اگر کد درست رو نداشته باشیم، این سیگنالیه که ارسال شده بود با کد دیتک شده بود، ما بر فرض مثال کد درست رو نداریم، با این کد میخوایم ضرب بکنیم. خب اینجا نگاه کنید، این منهای یک ضرب در این منهای میشه یک، دوباره اینجا یک ضرب در این یک میشه یک، دوباره اینجا منهای ضرب در این منهای میشه، یعنی در اصل بچه اینجوری صفر داره ضرب در صفر میشه، میشه یک. خب همینطور این وقتی این دوتا رو تو همدیگه ضربش میکنید چی میشه؟ یک خط صاف میشه، هیچی دریافت نمیکنه. پس نشون میده که این کد خیلی مهمه، اگر شما کد غلط داشته باشی در گیرنده نمیتونی سیگنال رو باز کنی. واسه همینه که سیگنال نمیتونه سیگنال کسی دیگر رو باز کنه. حالا من یه سوال دارم، قبلا هم پرسیدم، پس یعنی یه روش رمزنگاریه درسته؟ آره یا نه؟ درسته. نه خیر، اشتباهه بچه ها. انکودینگ با رمزنگاری متفاوته، خب درست نیست. این هر کسی ممکنه این کد رو داشته باشه، این کد رمز نشده، ممکنه 20 نفر این کد رو داشته باشن، خب این کد رمز نشده، این اسمش هست انکودینگ. ولی اونی که رمزنگاری انکریپشنه. بچه ها یه نکته مهم اینه که درسته تو خیلی کتاب ها شما میخونید که CDMA به علت اینکه کد میشود دیگران قادر به بازگشایی آن نیستن، ولی این دلیل نمیشه که ما این رو برای رمزنگاری گذاشته باشیم. خب اینو واسه این گذاشتیم که فقط اون گیرنده بتونه باز کنه. بعض وقتا شما میخوای یه سری اطلاعات رو انکریپت کنی، یعنی میخوای حتی اگه این کدش رو یک سیستمی داشت باز هم نتونه باز کنه، فقط یک نفر بتونه باز کنه. مثالش رو هم قبلا زده بودم، همین الان من فارسی صحبت میکنم، همه شماها کد، بله دقیقا، شماها کد فارسی حرف زدن رو بلدین، میتونید کدش رو بفهمید، انکدش میتونید بکنید، دیکدش میتونید بکنید. ولی من زمانی که بیام اینجا به صورت رمزی صحبت کنم، زرگری صحبت کنم، دیگه فقط اونایی که بلدن قبلا با هم کار کردیم میتونن بفهمن، اونا دیگه متوجه. پس رمزنگاری با کدینگ با هم دیگه فرق میکنه، اینو حواستون باشه. خب حالا یکی از مزیت‌های این سیگنالی که گفتم بهتون ارسال میشه اینه که جدا از پرایویسی و سکیوریتی که داره، چرا سکیوریتی داره؟ برای که شما فقط با اون کد خودتون میتونید ارسال بکنید. خب ببین الان شما تو گوشیاتون، مثلا تو گوشیتون شما از کد USSD استفاده میکنید. خب USSD هم یک داره کد میشه، وقتی که داره ارسال میشه به صورت کد ارسال میشه، ولی
این کد ارسال شدنه هر کسی میتونه اسمش از آن استراکچر، یعنی استراک ساختار خاصی نداره، فقط یه کد ساده کد بندی شده. بنابراین با استفاده از تکنیک من این دی میدل میشه فهمید که شما چه کدی ارسال کردید. ولی وقتی که شما اس ام اس میفرستی، اس ام اس انکریپت میشه، انکریپت میشه. وقتی که واتساپ داری استفاده میکنی، اولین پیغام که بنده میزنه end to end encryption، یعنی از اول تا انتها همه چی به صورت رمزنگاری ارسال میشه. پس تفاوتشون اینه. اون حال کدینگ یه سکیوریتی واسه ما داره، یه امنیتی داره، چون هر کسی اون کد رو نداره. و این کدینگ باعث میشه ما بتونیم، یکی از مزیتاش اینه که بتونیم در مقابل نویز مقاومت بکنیم. در مقابل نویز هم میتونیم مقاومت بکنیم. همینجوری که اینجا دارید میبینی و سیگنالی که ورشه، سیگنالی که ارسال کردیم اومده زیر سطح نویزه، زیر سطح نویز هست، و وقتی هم که دیکود میشه قشنگ توانش به شدت از توان نویز بالاتره. پس نویز زیاد اثری روی سیگنالمون نداره. پس سی دی ام ای یکی از بزرگترین مزیت‌هاش اینه که این سیستم در مقابل نویز هم مقاومتر هست. ولی اگر باز اشتباهاً اینو دیتکت بکنیم، میشه چقدر سطح توانی که دریافت میکنیم خیلی کمتره و میفته زیر سطح نویز، و اون وقت دیگه ما کریه به نویزمون هم کمتر میشه و دیگه چیزی دریافت نخواهیم میشه. اینجا هم نوشتیم، ببین، نمیتونیم سیگنالی رو دریافت بکنیم. برای چی؟ برای اینکه سیگنالمون زیر سطح نویز هست تو دمودولاتور. پس یه بار دیگه، اگر اینا هم اوناست، فقط به طرق مختلف اومدیم توضیح دادیم. دایرکت سکونس رو دوباره اینجا توضیح دادیم که گفتیم وقتی که یک سیگنالی داریم توی فرکانس، وقتی پهنای باندش اینجوریه میره داخل دایرکت سکونس میشه، توی فرکانس پخش میشه، همونایی که قبلا گفتم توی فرکانس پخش میشه، که این باعث میشه توی فرکانس توانمون بیاد پایین، جلوی تداخل دیگران رو بتونیم بگیریم. این یوزر آ هست. یوزر بی هم دقیقا همین اتفاق براش میفته. یوزر بی هم سیگنالی که دریافت میکنه میره دوباره توی فرکانس پخش میشه. همه اینها نگاه کنید، اینجا اومده، الان سیگنال آ اومده اینجا، سیگنال بی اومده اینجا. خب این سیگنال میاد توی آ با دایرکت سکونس یا با کد آ ضرب میشه، با کد آ. وقتی با کد آ ضرب میشه، این یکی رو دیتکت میکنه، آبیه رو. ببینید این آبیه رو دیتکت کرد، ولی روی این یکی تأثیری نداره. چرا؟ چون گفتم اگر کد اشتباه درش ضرب بشه، سطح توان دریافتیش زیر سطح نویز میفته، پس چیزی دریافتی نخواهیم داشت. اما توی قسمت بی، توی قسمت بی هم نگاه بکنیم، میاد کد بی توش ضرب میشه، این قسمت نقطه چین که مال بی بود، این قسمت نقطه چین دیتکت میشه و روی این یکی اثری نداره، چون میفته زیر سطح نویز. پس نشون میده که CDMA بسیار سیستمیه که ما میتونیم ظرفیت شبکه رو باش افزایش بدیم. چرا؟ چون با استفاده از روش CDMA فرکانسی ریوز فاکتور شما میشه چند؟ فرکانسی ریوز فاکتورتون چند میشه؟ کسی میدونه؟ منتظرم. ها توی یکی از اسلایدهای قبلی یه کوچولو بهش اشاره کرده بودم، قابل توجه خانم رضویان، باید برید دقت بکنید، توی یه جدول کوچیکی نوشته بودم که CDMA فرکانسی ریوز فاکتورش میشه چقدر؟ میشه یک. صفر که نداریم، میشه یک. یعنی شما میتونی سایز کلاسترت باشه یک، یعنی هر همه پهنای باند فرکانسی که من دادم تو کل سلول میتونی پخشش کنی، تو سلول بغل هم میتونی همونو پخش کنی. چرا؟ به خاطر اینکه با استفاده از روش CDMA تداخل ندارن و اینترفرینس تداخلی برامون ایجاد نمیکنه. فرکانسی ریوز فاکتور میشه یک. و
فرق این اسلاید با اسلاید بعدی هم اینه که این فوروارد لینک هست، یعنی از BTS به موبایل هامون فوروارد لینک یا همون داون لینکمون هست. این یکی ریورس لینک یا همون آپ لینکمون هست، از موبایل ها داره به BTS ارسال میکنه. اساس کار همونه، یک سیگنالی ارسال شده اومده ضرب در کد آ میشه، پهن میشه، دوباره اینجا دریافت میشه و این بند پس فیلتر BPS یعنی بند پس فیلتر، تو بند پس فیلتر دریافت میشه، سیگنال پهن میشه و دوباره سیگنال دریافت میشه. اگه وقت داشتیم کارگاه میتونستیم اینجا ما توی یک نرم افزاری به اسم ADS هم این CDMA رو قشنگ واسهتون شبیه سازی کنیم که دیگه وقتش نیست، حیف شد. خب حالا خواهم تشرفی میگه پروژهش نمی کنیم. خیلی خب ما دو نوع چی داریم؟ روش کد کردن داریم. یکی روش همزمان هست، یکی روش غیر همزمان. تو روش همزمان میان از کدهایی که بر هم عمود هستن، پرفکت ارتوگونال کد، یعنی کدهایی که بر هم عمودن، مثلا یه همچین کدی خب درسته که اینجا الان اینو خیلی راحت کشیدم، ولی وقتی شما یک عالمه کد داری پیدا کردن این کدهای همزمان کار سختیه، واقعا کار سختیه. پس یه روش دیگه هم آدم معرفی کردم به اسم آسینکرونوس، یعنی غیر همزمان، که یک سری کدهای رندومی هست که دیگه ما نمیخوام واردش بشیم، بهش میگن گولد کدها، کدهای طلایی. یه سری کدهای طلایی هستن که میان از اون کدها استفاده میکنن و سیگنال رو به صورت غیر همزمان ارسالش میکنن. حالا دیگه خیلی سیستمی میشه، نمیخوام واردش بشم. خب این اسلاید رو نمیخواد بخونید دیگه، از این تو همینجا کافیه. ببینم اینا چیه. آها این مشکل نیر فالد رو باید بگیم. خب این آسینکرونوس و سینکرونوس رو فعلا شما حذفش کنید، نمیخواد. این دوتا هست. پس بخش CDMA اون فعلا تموم. این شکل رو قبلا هم داشتیم، میدونید چیه. گفتیم اگر این فرستنده اون بشه و یک گیرنده داشته باشیم میخوره به ساختمون های مختلف و میرسه به موبایل. فرض کنید موبایل اینجاست، الان مسیر مستقیم ندارن، چه مدلی اینجا جواب میده واسه محاسبه فیدین؟ یه سوال از قبل، یادتون نیست؟ یا صدا دیر میرسه؟ ببینید گفته بودیم زمانی که فرستنده و گیرنده لاین آف سایت ندارن برای محاسبه فیدینگ از چه مدلی استفاده میکردیم؟ فرزنل نه، ریلی. اگر لاین آف سایت داشتن چی بود؟ رایسن. یادتون رفت؟
اینم نمیخواد فعلا. بذاریم بگم دیگه، قبلا بهتون گفتیم تکراریه ولی حالا بذار بگیم. ببینیم توی سیستم هایی که از CDMA استفاده نمی کنن ما اثرات فیدینگ داریم. پس از چندین مسیر داره سیگنال به ما میرسه، سیگنال از مسیرهای متفاوتی داره به ما میرسه که بعد که قبلها صحبت کردیم گفتیم اینها فیدینگ دارن، که اینجا هم گفته سیگنال سامتایم استرس سامتایم کنسل اوت، بعضی وقتا سیگنال ها هم دیگه تقویت میکنن، بعضی وقتا سیگنال ها هم دیگه رو کنسل میکنن با توجه به فازشون که به این میگن فیدینگ. پس یه زمانی سیگنال ها با توجه به فازشون همدیگه رو تقویت میکنن، یه سری وقتا همدیگه رو تضعیف میکنن که به این میگن فیدینگ یعنی محو شدگی. و سیگنال و کیفیت سیگنال اصلیمون افت میکنه. توی سیستم هایی که از CDMA استفاده نمی کنن، در سیستم های غیر CDMA همجوری که میبینید توانها این پروبابلیتیشه یعنی PDFشه، مسیرهای مختلف باعث میشن سیگنالی که در حوزه زمان داری دریافت میکنی کاملا رندوم باشه و چیزی که شما دریافت میکنی کاملا رندوم. یه جاهای فیدینگ داری، محو شدگی دارین، یه جاهای کاملا محو شدگی دارین، یه جاهای کاملا تقویت دارین. CDMA به خاطر اینکه ما، حالا من نمیخوام دیگه راجع به مبحث تایم رزولوشن بشم که ببینین چیه، ما از یک سری ریسیور های استفاده بهش میکنیم، بهش میگن رک ریسیور. به خاطر استفاده از این نوع ریسیور ها، یعنی به خاطر وجود CDMA هست که میتونیم از این نوع ریسیور ها استفاده بکنیم، که ما میتونیم پس دیلی رو از بین ببریم، یعنی میتونیم پس دیلی رو یه جوری از بین نبریم، یعنی یه جوری تنظیم بکنیم که پس دیلی هامون بیفتن رو هم و تقویت هامون بیفتن رو هم، و اینجوری باعث میشه که ما سیگنالمون هیچ جا فیدینگ نداشته باشه. پس یکی از روش های از بین بردن فیدینگ هم استفاده از CDMA هست. این روشش هست، حالا من نمیخوام دیگه روشش رو بگم، نمیخواد این اسلاید ها هست، فقط یه مسئله نیر فالد رو بگم، مسئله دور و نزدیک. ببینید زمانی که این نیر فالد هم نمیخواد، تو امتحان نمیاد، فقط واسه یه چیز دارم بهتون میگم، اطلاعات عمومیتون. نیر فالد، نیر فار اینجوریه که شما وقتی که یک یوزر آ هست و یوزر بی هست دارن ارسال میکنن با یه کدی، حالا دارن ارسال میکنن، درسته که این گیرنده A، این گیرنده A خب کد A رو داره، و اگه گیرنده B تو این ضرب بشه این کد زیر سطح نویز میفته. اما یه مشکلی وجود داره، اونم اینه که بعضی وقتا این یوزر انقدر دوره که توان دریافتیش نسبت به این یوزر که خیلی نزدیکه کمتره، و وقتی که شما کدها رو در این ضرب میکنی توان این نسبت به توان این بالاتره، یعنی توان این میشه اینقدر، توان این یکی بالاتر از سطح این میفته. این چه اتفاقی باعث میشه؟ باعث میشه که اینجا تداخل ایجاد بشه. پس زمانی که یوزر، بخواید بنویسید، زمانی که یوزر B نزدیک ریسیور باشه و یوزر A از ریسیورمون گیرندمون دور باشه، تلفات این مسیر A انقدر زیاد است که سیگنال دریافتی از کاربر A از سیگنال دریافتی کاربر B بسیار ضعیف‌تر است، لذا باعث ایجاد تداخل می‌شوند.
برای کنترلش چیکار میکنه؟ یک ماژولی هست به اسم پاور کنترل. BTS میاد دستور میفرسته. یه دستوری میفرسته. میگه که آقای یوزر B که نزدیک منی، تو با آره اینجا که دورتره. میگه آقای یوزر B تو که دورتری توان بیشتری ارسال کن. آقای یوزر A تو که دورتر هستی، تو که نزدیکتر هستی توان کمتری ارسال کن که باعث ایجاد تداخل نشه. پس اگه دقت کرده باشین، یه وقتایی شما ناخودآگاه باتری گوشیتون داره بیشتر مصرف میشه. چرا؟ برای اینکه واسه اینکه مثلا شما میخواد تداخل رخ نده، BTS به گوشی شما دستور داده که سطح باتریشو افزایش بده. شما نسبت BTS دوری. یه وقتایی هست که شما نه نزدیکتر هستین و با توجه به اینکه نزدیکتر هستین و میخواین تداخل واسه یوزرهای دیگه ایجاد نکنید، وقتی در تماستون رو دارید میگیرید، BTS بهتون دستور به گوشیتون دستور میده که سطح توانتون بیار پایین. البته ما اینجا بازم محدودیت داریم. محدودیتمون اینه که نمیتونیم هر سطح توان دلمون خواست ارسال کنیم، چون باتریمون باتری خالی میشه. جدا از باتری خالی شدن، مغز ایراد پیدا میکنه. شما بالاتر از 2 دی بی اجازه ندارید تو گوشی ارسال، 2 وات ارسال ندارید تو گوشی ارسال کنید. درست؟ پس بعضی وقتا اگه توان گوشتون اندازه بگیم یه نیم وات داره ارسال میکنه، نشون میده که شما به BTS نزدیک هستین. بعضی وقتا نگاه بکنیم میبینید داره 1.5 وات ارسال میکنه، نشون میده شما از BTS تون دور هستین. این پدیده دیر فار بود که حالا این هم سطح توانشه. گفتیم توان دریافتی رو اندازه میگیره، پس لاس رو تخمین میزنه، توانی که لازم هست توان پاور ترانسمیت رو ارسال میکنه و بهش میگه با توجه به این توان ارسال بکن، اینقدر توان ارسال بکن. ما که اوپن لوپ داریم، این اسمش اوپن لوپه، یعنی خود این سیگنالی که ارسال، این سیگنالی که اینجا ارسال کرده سه اطلاعات میفرسته واسه بیس استیشن. بیس استیشن خودش تصمیم گیری میکنه و بهش دستور میده، میگه خیلی خوب سطح توانتو اینقدر کن. یه وقتی هم داریم کلوز لوپ هست، یعنی مدام داره چک میشه. هی پاور کنترل دستور میفرسته، میگه خیلی خوب توانتو کم کن، توانتو زیاد کن. همینجور دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. به این میگن کلوز لوپ. نگاه کنید چقدر اینجا کلوز لوپه، ببینید چقدر سیگنالینگش چقدره. 1000 بار در ثانیه، یعنی 1000 بار در ثانیه داره بهش میگه که این لوپ برقراره، میگه توانتو کم کن یا زیاد کن. شما اصلا متوجه نمیشین. خیلی خوب دیگه کافیه. هنداف هم که قبلا خونده بودیم، فقط اینجا بهتون بگم که توی CDMA سایز سلول هامون هست 1، Nش 1. همینجوری که میبینید همشون همرنگ هستن و گفته identical radio resource can be used among all cells because CDMA channel are used same frequency. تمام فرکانس هاشون، تمام سلول هامون دارن یک فرکانس رو به صورت همزمان استفاده میکنن و frequency allocation یا همون reuse factor در CDMA لازم نمی باشه. بنابراین سیستم های سلولی با که از CDMA استفاده میکنن طراحیشون به مراتب راحت تره. این پدیده نیر فالد هم بخونید دیگه. حالا ما که تا اینجا همش رو گفتیم، اینم گفتیم دیگه، چیز خاصی نداره. حالا خب هنداف هم که قبلا توضیح دادیم بچه ها، الان خانم یعقوبی میخواد یه چیزی بگه اعتراض کنه. هنداف هم که قبلا توضیح داده بودیم، گفته بودیم هنداف چیه. وقتی از یک سلولی میخواد به سلول دیگه بره بهش میگن هنداف. حالا هنداف بچه ها، شاه طاهری برخواست بده چشم قبولش میکنم. ما دو نوع هنداف داریم، یک دونه هنداف داریم بهش میگیم هارد هنداف. هارد هنداف در سیستم های FDMA و CTDMA زمانی که یک کاربری میخواد از سلول A بره به سلول B،
هنداف رخ میده. به این میگن هارد هنداف، یعنی اتصال به سلول بی بعد از اینکه اتصال از سلول A قطع شد. به خانم آخ تا میاد قبولش کنم میفته. خب پس در سلول های در سیستم های TDMA و FDMA ما اون هندافی که توضیح دادیم بهتون در اصل از نوع هارد هنداف هست. چرا؟ چون یک هندافی داره بین دو تا سلول اتفاق میفته. پس میخوام اینو بگم بنویسین در FDMA و یا TDMA در سیستم های سلولی FDMA یا TDMA ارتباط جدید بعد از قطع شدن ارتباط قدیم اتفاق میفتند. که به این مسئله هندآف میگویند. در لحظه هندآف ارتباط بین کاربر موبایل و آنتن فرستنده در لحظه انتقال فرکانس یا فرکانسی سویچینگمون ارتباط قطع می شود. چرا؟ برای اینکه ما به چی احتیاج داریم؟ به فرکانس یا به تایم اسلات جدید نیاز داریم. چون به فرکانس یا تایم اسلات جدید نیاز داریم ارتباطمون قطع میشه. ولی در سافت هنداف که در سیستم های سلولی CDMA اتفاق میفته ارتباط در لحظه هنداف قطع نمی شود. چرا که نیازی به فرکانس یا تایم اسلات جدید نمی باشد. اینجا این سیگنال بی قطع میشه وقتی که به این وضع شد. درست؟ ببین اینجوری بهتون بگم. توی سیستم های TDMA و CDMA اول این ارتباط A قطع میشه بعد این ارتباط B وصل میشه. پس اول A قطع میشه بعد B قطع میشه. پس یه لحظه کاربر ارتباطش رو از دست میده چون باید فرکانس جدید بگیره. ولی تو سیستم CDMA چون همین فرکانسی که اینور داره، همین فرکانس که تو این سلول داره توی سلول بعدی هم هست. نگاه کنین بچه‌ها، یه ذره اینجا رو قشنگ گوش بدین. توی سیستم های FDMA اگه یادتون باشه ما فرکانسمون اومدیم تو اینا پخش میکردیم، یه سری فرکانس میذاشتیم اینجا، یه سری فرکانس میذاشتیم اینجا، یه سری میذاشتیم اینجا. پس اون فرکانسی که کاربر اینجا داشت باش کار میکرد تو این بغلیه نبود چون تداخل ایجاد میشد. اینجا بود، توی کلاستر بعدی بود، تو خود کلاستر نبود. پس این که میخواست بیاد اینجا باید فرکانس جدید میگرفت یا باید تایم اسلات جدید میگرفت. پس مجبور بودیم فرکانس رو قطع کنیم. ولی تو سیستم CDMA هر فرکانسی که اینجا هست عیناً همون فرکانس تو تمام این سلولا هست. چرا؟ چون کلاستر سایزمون اینجا یکه، هر سلول خودش یک کلاستره. پس تمام فرکانس رو، پس کاربری که اینجا داره با فرکانس F1 میاد همون رو اینور F1 میتونه دریافت کنه. پس دقیقا همون فرکانسی که ببینید کانسپتش چجوریه، همین فرکانس F1 که داره ارسال میکنه، خب BTS B اندفعه فرکانس F1 رو دریافت میکنه. ولی توی حالت TDMA و FDMA اون فرکانس ببینیم، نمیدونم گرفتین یا نه. فرض کنید که ما این دو تا سلوله، من دارم راجع به دو تا سلول صحبت می‌کنم. خب
یه کاربر توی TDMA و FDMA. ما اینجا کلاستر سایز داشتیم، یعنی میگفتیم اگر مثلا یه کلاستری داریم سه تا سلول داخلش هست، کلاستر سایز سه داریم، کل پهنای باند اون میاد توی این سه تا سلول تقسیم میشه. مثلا من میگم فرکانس F1 تا F10 رو میدم اینجا، مثال دارم میزنم دیگه، تقسیم بندی فرکانس رو تو اونجا یاد گرفتیم چطوریه. F11 تا F20 رو میدم اینجا و F21 تا F30 رو میدم اینجا، فرکانس C رو. خب این میشه F10. برابر یه کاربر اومده اینجا مثلا فرکانس چی رو گرفته؟ فرکانس F5 رو گرفته. این فرکانس F5 داره کار میکنه، میره تو سلول بغلی. خب این دیگه فرکانس F5 نداره که بهش بده، میخواد بهش فرکانس F7 F مثلا 12 رو بده. خب پس به این میگه خیلی خب ببین، تو که یه دونه فرستنده بیشتر نداری، باید اول ارتباط قبلی تو با F5 قطع کنی، بعد بیای من بهت 5 بدم. در یک صدم ثانیه، در زمان خیلی کوچیک، فرکانس قبلی رو قطع میکنه، سری بعدی رو میگیره. پس یه لحظه ما قطعی تماس داریم، درست؟ حالا همین سناریو رو بریم توی شناسه یکتا. چیه؟ حالا همین رو بریم توی IMEI میگی؟ همین رو بریم توی چی؟ کاربر رو از کجا میشناسه که F5 رو براش قطع میکنه بعد فرکانس 12 رو بهش میده؟ یعنی مثلا اون شناسش شماره تلفنشه؟ اینا واسه فصل بعده. خب کاشکی که فصل بعد رو برسیم که شما ها حداقل این سوالاتون برطرف بشه. کاربر رو از روی IMEIش میشناسه. هر گوشی یه دونه IMEI داره که فقط و فقط تو کل دنیا مختص گوشی شماست. یه عدد 16 رقمیه. خب این عددشون وقتی که شما گوشیتون رو روشن میکنید یه شناسنامه یه شناسنامه برای شما باز میشه به اسم IMEI. وقتی که میخواد شما رو بلاک کنن نمیگن خانم تشرفی رو بلاک میکنین، شماره IMEIتون رو بلاک میکنن و اون شماره IMEI هست که شما رو میشناسه، از طریق شماره IMEI میشناسنش. خب حالا تو CDMA سوال خوبی بود، مرسی. تو CDMA چیه؟ البته اینجا یه چیزی هم دقت بکنیم، من بیشتر دارم اینجا سیگنالینگی یعنی سیستمی صحبت نمی کنم، دارم انتشاری صحبت می کنم. فرکانس هم اونی که شما گفتی درسته، جوابتون هم درست دادم، یعنی IMEI میاد این وقت، ولی اینو میخوام تو ذهنتون باشه، من اینجا دارم سیگنالینگی صحبت نمی کنم. زمانی که سیگنالینگی صحبت میکنی شما باید تایم فریم ها رو ارسال بکنید. بله میگه آقا تو تایم فریم چی داره؟ میگه یه دونه ایدنتیفیکیشن نامبر اینجا داره، اینجا IMEI داره ارسال میکنه، اینم که تیلش هست، تیل دنبالش هست. خب پس اینو سیگنالینگش رو بدم اینو ارسال میکنم، حالت شبکه‌ای. اینجا من دارم فرکانسی صحبت میکنم. خب این پس فرکانس F5 رو ما گفتیم این ور F5 نداره، این ور F12 رو براش خالی میکنه. حالا تو CDMA همه سلولا همشون چی دارن؟ همشون گفتیم Nشون یکه، یعنی فرکانس اینجا از F1 تا F3 رو داره، اینجا هم از F1 تا F3 رو داره. خب وقتی که کاربر داره، یه کاربری داره اینجا، من بچه این انتشار میخوام نگاه کنید، یه موبایل داره امواج رو انتشار میده. این موبایلی که داره امواج رو انتشار میده که شما ببینید وقتی دارین صحبت میکنین آیا خودتون BTS رو انتخاب میکنین؟ نه، شما BTS رو انتخاب نمیکنین، موبایلتون هم انتخاب نمیکنه، در اصل BTS شما رو انتخاب میکنه. خب چطوریه؟ شما اینجا این موبایل، آنتن موبایل دارم بالا میدم، شما یه سری امواج اینجوری ارسال میکنه، بعد این امواجی که ارسال شد دو سه تا BTS تو منطقه هستن شما رو دریافت میکنن. BTS ها میبینن کدومشون به شما نزدیک تره، میگه آقا این کاربر تو سلول منه، این یکی میگه نه تو سلول من نیست ولی نزدیکه،
این یکی میگه تو سلم من، پس این به شما دستور میده، میگه تو باید بیای تو با من کار کنی. آیمی آی خود اینو همین حالا خام تشریفی هم گفت، آیمی آی اینو تو خود شبکه خودش اینجا این رو میپذیره. پس این بی تی اس که به شما دستور میده، در اصل بی اس سی پشت بی تی اس هست، حالا ما اینا رو نخوندیم، هم بی تی اس هست که شما رو میپذیره. حالا شما فرض کنید امواجتون داره ارسال میشه، خب اینجا امواج داره ارسال میشه، شما داری از این سلول میری به این سلول، توی فرکانس اف 5 داری امواج رو ساطع میکنی. خب اینجا این بی تی اس داره میگیره، یه دفعه وقتی اومده اینجا، چون این بی تی اس هم همین فرکانس اف 5 رو داره، اینم امواج شما رو دریافت میکنه، اینم امواج شما رو میگیره، سریعا به بی اس سی پشت سر مخالف میدن. بیس استیشن کنترلر، بیس استیشن کنترلر میگه خیلی خب توانی که دارم از این دریافت میکنم آه، توانی که دارم از این دریافت میکنم آی منهای، ببخشید این یکی آی منهای دوه، این یکی بذار اینجوری بگم، توان این آی، توان این آی به اضافه دوه، توان این بیشتره. پس میگه آقای بی تی اس از این به بعد کاربر رو تو تحویل بگیر، این فرکانس این تحویل میگیره، شما رو اوکی میکنه، بعد ارتباط قبلی قطع میشه. پس بزرگترین تفاوت در سیستم های سلولی نسل سوم اینه که توی نسل FDMA و CDMA اول ارتباط قبلیتون قطع میشه، بعد ارتباط جدید ایجاد میشه، پس قطعی دارین. توی CDMA ارتباط جدیدتون وصل میشه، بعد ارتباط قبلیتون قطع میشه، پس قطعی نداریم. خب این هم قابل توجه دوستان، این زیر نوشتم حتما این رو بخونید. break after connection یعنی قطع شدن بعد از وصل شدن به سلول B، بالای چی؟ وصل شدن بعد از قطع شدن به سلول B، این دوتا با هم تفاوت میکنه. ما یک هندافی داریم که بهش میگن softer هنداف، اونم زمانی هست که ما دو تا سلول ادجیسنت داریم، دو تا سلول، دو تا سکتور داریم، یعنی داخل خود سلول، یادتون میاد سلول رو سکتور بندی کرده بودیم، اگر از یه سکتورش میری به سکتور دیگه اینجا هم هندافی رخ میده، شما از سکتور یک رفتی به سکتور دو، داخل خود سلول یعنی خود بی تی اس هندافو براتون انجام میده، نیازی به بی اس سی نیست، نیازی به آقا بالا سر نیست، خود بی تی اس هنداف رو براتون انجام بدیم، میگن سافتر هنداف. پس سه نوع هنداف داریم، هارد هنداف، سافت هنداف و سافتر هنداف. خب پس یه نتیجه گیری بکنیم که CDMA بر اساس اسپرد اسپکتروم تکنیک هست، همونجور که شما دیدین ضرب میشه توش، یعنی اسپکتروم، یعنی اسپکترومتون، طیفتون اسپرد میشه، یعنی اگر یک همچین توانی دارید اسپرد میشه، پخش میشه توی زمان و فرکانس، که سابقا در سیستم های تو حوزه نظامی استفاده میشد. چرا تو حوزه نظامی استفاده میشد؟ برای اینکه تو حوزه نظامی شما دلتون میخواست تا جایی که میتونید دشمنتون توان کمتری رو دریافت کنه، پس پخشش میکردن تو فرکانس، توی فرکانس خیلی وسیع پخشش میکردن که گیرنده های دشمنتون نگیره این توان رو، صدا رو، این سیگنال ها رو دریافت نکنه، و کدش رو هم که نداشت دیگه. CDMA نسبت به FDMA و TDMA بهتره، باسه اینکه هم در زمان و هم در فرکانس شیر میشه، و CDMA روشیه که در سیستم های رادیویی بسیار مهمه. خب اینم رفرنس هایی که این مطالب ازش استفاده شده بود، که یه دونه کتاب راپاپورت هست فصل 6ش فکر میکنم یا 7ش، و دو تا هم مقاله که اینجا استفاده شده. خب حالا بریم فعلا یه نتورک آرکیتکچرش رو نمیخوایم بگیم دیگه، حالا اگر بگیم یا نگیم چیکار کنیم؟ این تصمیمش با شما. خب حالا من اینو
بچه ها اسلایدش رو براتون میفرستم، اگر قول بدین که اسلایدش رو خودتون بخونید مطالعه کنید، من اسلاید کاملش رو براتون میفرستم. فصل هفت رو خواهش که دارم بشین خودتون مطالعه کنید که دیگه حالا به عنوان ارفاقی یه تیکش هم با واسطتون هست. خوبه؟ این هم انواع سلول بندی هامون هست که چطوری هست، سیستم های توسط چی کنترل میشن، سلول داریم، بعدش MSC میاد کدوم منطقه رو کنترل میکنه، کلا راجبه LA هامون هست، MSC مون، BSC. من اسلاید کاملش رو براتون میفرستم. خواهش میکنم. خیلی. اگر سوالی ندارین فعلا ما درسمون تمومه، یه استراحت کوچیکی میخواید بکنید بیاید توی قسمت کارگاه، یه کوچولو هم کارگاه برگزار کنیم که اگر ایرادی رفی ایرادی چیزی دارید تو کارگاه برآورده کنم براتون حلش کنیم. موافقین؟ سوالی ندارین؟ پس ما این فصل 6 رو دیگه تا سر همینجا بهتون درس دادیم دیگه، تا سر اینا رو دیگه نمیخواد، اینا رو نمیخواد، تا سر تا آخر همین رفرنسز بهتون گفتم. دو تا اسلاید هم این وسط حذف کردم، دو تا اسلاید هم که حذف کردم اینه، اینو حذف کردیم، این رو هم حذف کردیم، این دو این سه تا رو حذف، این سه تا اسلاید رو هم حذف کردیم، سینکرونوس آسینکرونوس DSCDMA رو حذفش کردیم کانسپتش. سوال ندارین؟ خواهش میکنم. پس بچه بیاین تو کارگاه، ساعت الان 6، ساعتی 6 رو بیاین تو کارگاه. فعلا خداحافظ.